در خدمتتون هستیم و این دفعه برگشتیم با دوست عزیزمون که برمون زحمت کشیدن، اسمش هم که دیگه توی این هفته کاملا دیگه میشناسی جا افتاده، مهران باقری عزیز، که بیشتر راجبش توضیح نمیدم که ایشون خودشون صحبت میکنن. سلام به شما دوست عزیز آقا مهران گل. بنام جان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تمامی همکاراتون، تمامی بینندگان عزیز که الان دارن این برنامه رو میبینن. من پیشاپیش قبل از هر چیزی شهادت امام جواد و خدمت تمام مسلمانای ایران، جهان، تمام شیعه تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم. خب خیلی خیلی خوش اومدی تو برنامه خودتون که دیگه ماشاءالله واقعا دیگه برنامه خود شماست دیگه. زنده باشی، لطفش. آره خیلی خوش اومدید، ممنون. جان؟ زنده. چی شد؟ آسو اوکی، باشه باشه. هیچ عزیز، بچه‌ها تا فرمایی لحظه با من صحبت کردن. خب آقا مهران گل، ممنون اول از هر صحبتی، تشکر از همه زحماتی که برای برنامه آهنگای قشنگی که ساختید، ممنون هستم. زنده باشید. وظیفه از هم زمانی. همش وظیفه. خب من که اسمتو گفتم، حالا اول یه بیوگرافی کامل از خودت برام بگو که دوستان بیشتر با شما آشنا بشن. بیوگرافی کامل چی بگم؟ هر چی که به ذهنت میرسه باید بگی. که همیشه گفتی این سه چهار تا لطف داشتی، اسمم قشنگ گفتی. مهران باقری فامیلی، 23 سالمه. میخوام تاریخ تولدم بگم 25/4/1367. خب باش. من تاریخ تولدم. خب شما بیمارستانی که بودن اومدم بگم. چی رو بگی؟ بیمارستانی که میگم به دنیا اومدم من بگم. آره اونم بگو بعد اینکه قد اقبال تهران بده. خب بعد قد چقده؟ قدم 1.85. دروغ نگو. دروغ میگی. وای خب بعد دیگه آقا مهران اینجوری بعد بالا نگاه کنه. آقا مهران سلام. خب بعد شما مجرد هستید؟ جان؟ شما مجرد هستین؟ بله بله مجرد. خب بعد حالا سوال بعدی مونه که یه جورایی جواب دادی در کنار صحبتات، ولی چی شد تصمیم قطعی گرفتی گفتی من میخوام برای برنامه پرسی مهاجر بخونم؟ همین فقط خواستم یه جورایی فقط شما ثواب نکنید، منم ثواب کنم. همه ثواب شما نباشه، منم ثواب کنم. خب الهی شد خدا همه شما ثواب نکنید، منم ثواب کنم. فقط همین، فقط به خاطر مردم، فقط به خاطر مردم، به خاطر دلشون رو شاد کنیم. همین. بله که بالاخره هر کسی واسه برنامه ترسیم مهاجر کاری انجام بده، در اصل برای هموطناش انجام داده و هموطنان به خاطر همین هر کسی لطف به برنامه داشته باشه بیشتر و بیشتر و بیشتر خوشحال میشن، چون برنامه خود شما هموطناست. بله. خب در کنار تمام اینا به تعریف ماجر پرس مهاجر خودتونم آهنگسازی، درسته؟ بله. برای ما یه خورده بیشتر راجع به آهنگسازی و کارتون و اینا برای من توضیح بدید. من کار حرفه‌ایمو 4-5 سال شروع کردم، آهنگسازیمو و تنظیمم به طور حرفه‌ای دارم کار میکنم. بعد خیلی تا الان ترکایی که حالا به غیر از کارا برای پرس مهاجر کار کردم، خودم دو تا آلبوم تا الان دادم بیرون. بعد حالا کار گذشته رو نمیگم، کار جدیدو الان میگم. من الان دو سه تا آلبوم، دو سه تا بچهای خود ایرانن، خواننده خود ایرانن دستمه. اسم دو سه تاشونو میگم، یکیش پوریا عرفانی عزیز، دوست گلمه، واقعا دوست صمیمیمه پوریا. من واقعا پوریا عرفانی رو ببخشید در کنار صحبتاتون، آقا پوریا خودش پای برنامه هست دیگه، درسته؟ 100% هست میدونم. مگه میشه پوریا پای برنامه نباشه؟ یعنی اینقدر که شما آقا پوریا سلام میکنم به شما، مهران هر وقت با من حرف میزنه از 100 تا حرفش 99 تاش اسم پوریا وسطه، خداییش. خب بریم سراغ من. خب. دوست جونجونی به پوریا، من واقعا داداشم دوستش دارم، بچه خیلی با استعدادی، خودش آهنگسازی میکنه، الان آلبوم جدیدش دست منه، تمام آهنگسازیشو خودم و پوریا داریم انجام میدیم تو استدیو شخصی یکی از رفیقای گلم باز به نام حمید شاهد، خود ایران استدیو داره، استدیو خیلی حرفه‌ای هم داره، تمام مستندش اونجا داریم انجام میدیم، تمام کار ان شاء الله بعد از محرم و سفر هم آلبومش وارد بازار میشه. خیلی آلبوم واقعا من تعریف نمی کنم، حالا میاد بیرون خود مردم رو نظر میدن، آلبوم بسیار زیباییه، آلبوم بسیار زیباییه، میگم من خودم تعریف نمی کنم، مطمئنا مردم هم نظرشون همین خواهد بود 100%. یعنی اینقدر من مطمئن دارم این قضیه صحبت می کنم. ان شاء الله دو سه کارم هست که برای خود پرس مهاجر داریم کار میکنیم، که ان شاء الله هفته احتمالاً واسه برنامه هفته بعد آماده میکنیم که با دوست خوبم شهداد رپر، تکستش هم خودش گفته، اتفاقا خیلی تکست خیلی قشنگی هم بود امروز به دست من رسوند. بعد ان شاء الله میگم با ایشون کار میکنیم که بازم ان شاء الله میگم اینا همه وظیفه است، بازم بتونیم ان شاء الله این به قول میگن لطفی که مردم برنامه شما دارن ما هم در کنارش بتونیم که یه حداقل یه کاری واسه مردم انجام بدیم.
به من گفتی شما که قراره که هفته یه آهنگ تقدیم کنید پرست ماج، درسته؟ اگه خدا بخواد زنده باشیم عمری باشه حتما رو چشم. ولی فشار فشار رو خودتون نیارید عزیز. ممنون، تشکر که دارنش هم زحمت کشیدید. زنده باشید. خب آقا بهران، حالا از کار و پرست ماج صحبت کردیم، نظر خودت راجع به موضوع برنامه‌مون اخلاق چیه؟ من بارها هم گفتم اخلاق یه چیزیه که واقعا بیشتر از هر ثروتی، بیشتر از هر ثروتی ثروته. یعنی به نظر من حاضرم طرف پول نداشته باشه ولی اخلاق داشته باشه، چون واقعا بزرگترین ثروتیه که خدا به آدم میده. فهمی تو یه جمله بگم، بزرگترین ثروتی که خدا به آدم میده، چون اخلاق خوب واقعا باعث میشه که طرف زندگی خوب داشته باشه، شغل خوب داشته باشه، آینده خوب داشته باشه، همه چیز خوبه. یعنی همه چی آدم به همین اخلاق خوبه. به نظرم بزرگترین ثروت انسان همین اخلاق خوبه. آفرین، به به. خب بعد برامون یه آهنگ میخونید، همین آهنگ پرسو مهاجری که قبل از آهنگ جدید خوندید برامون بخونید. همون که دو سه سال پیش خونده بودیم. دو سه سال پیش خونده بودید، دقیقاً اولین آهنگی که برای پرسو مهاجر بود. البته ببخشید، بینندگانم عذرخواهی میکنم، به خدا لازم دادم اگر آماده نبود، اگر چیزی بود ببخشن دیگه. خواهش میکنم عزیز، این چه حرفیه؟ بفهم. فقط آقا مهران بلند بخون که صدا قشنگ بیاد. من سعی میکنم بلند بخونم. تو سرم یه دنیا رازه، دل من پر از نیازه، اما قلب من مینازه به پرستوی مهاجر. اگه فردام غم و غصه است، اگه شبهام تار و خسته است، فردا رو روشن میبینم با پرستوی مهاجر. بگو درد و دل کنم برای تو، اگه عقده‌ای دارم بگم با تو، توی مرهم واسه این دل غریب، توی بهترین پرستوی امید. آفرین، صدات خیلی قشنگتر از کلیپ هست، یعنی آهنگی که درست کردی. گوشاتون قشنگ میشنوه. نه جدی دارم میگم، خیلی قشنگ. اصلا لایف میخونی، من خدا وکیلی صدات لایف نشنیده بودم، امروز برای اولین بار داری میخونی، میگم اصلا خیلی صدات قشنگ و واضح‌تر از اون آهنگیه که درست شده. زنده باشی، لطف داری. به هر حال واقعا خوشحالیم که با شما عزیزانی که هنرمند هستید در اینو آشنا شدیم و شما عزیزان در کنار برنامه هستیم. خب آقا مهران، اگر صحبتی، نمیدونم حرفی، تشکری، پیغامی برای کسی یا چیزی داری بفرمایین، که اگر نه با هم دیگه یواش یواش خدافظی کنیم. نه من خیلی تشکر میکنم از شما، از همکارای محترمتون که این وقت رو من دادن که برنامه خودم حضور داشته باشم. افتخار واسه من که حضور داشته باشم تو این برنامه. از همه دوستان تشکر میکنم، تمام دوستان، پوریای عزیز، پوریا گفتم یکی از دوستان خوب منه، همیشه من انرژی میده گر کنار من، همیشه با هم کار میکنیم، خیلی انرژی پوریا تو کارهای من تاثیر داره. از پوریا عزیز خیلی تشکر میکنم، از حمید شاهد، از شهداد رفیقم، از پدر و مادر عزیزم، از پدر بزرگم که خیلی واسه من زحمت کشیدن، همه اینا تشکر میکنم. دیگه حرفی ندارم. ممنون عزیز، ممنونم، خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله بازم در برنامه‌های آینده شما رو میاریم که برامون لایو اجرا بکنیم از آهنگای آلبومتون. ان شاء الله. سلام به خانواده محترم برسون. آقا مهران شب و روز خوبی داشته باشین. سلامت باشین، زنده. خدا نگهدارت عزیز. خدا زنده باشه. خدا. خب بینندگان عزیز، بدون حرف و پیش یک بار دیگه کلیپو بریم ببینیم که آقا مهران زحمت کشیدن خوندن برامون. بعد برمیگردیم و با تلفن ها در خدمتتون هستیم. تلفن کلیپی که ایشون خوندن دیگه، مهران جا؟ کیه؟ مهران باقری دیگه، همین کلیپی که همیشه پخش می‌کنم، یعنی جدید آوردم، آقای برنامه کار کردم جدیده. آره به آره دیگه، تصویر اول آبیه. آفرین، دقیقا بریم.